آدم واقعا خارج که میره همین عراق، الان عراقه، عراق عراقه، چیزی نداره، نه برق داره، هیچی نداره، ولی به خاطری که پولشون دو سه برابر ریال ایرانی شده، شما میبینید طرف شیعه است، مقیم کربلاست، مقیم نجفه، اصلا شیعه است، اما اینقدر توهین میکنه، هزاری رو پرت میکنه، توهین به ریال ایرانی میکنه، به خود ایرانی میکنه. ببینید اینا شرمندگی میاره برای یک ملت، اینا خجالت میاره برای یک ملت. انشالله خدا به حق امام زمان توفیق بده به اقتصاددانهای ما، به دولت این مملکت، به مسئولین، یه فکر خوب، یه فکر شدنی، یه فکری که انشالله به داد این مردم برسن رو به ذهنشون خطور بفرما. خدا یا به درد بخورای بین مسئولین رو بیشتر کن. اونایی هم که فقط شعار میدن و هیچ عرضه‌ای ندارن رسواشون کن. و خدای به حق حضرت زهرای مرضیه برکات تو بر زندگی مردم نازل بفرما. الان فاصله طبقاتی حسادت ایجاد میکن، فاصله طبقاتی چینه ایجاد میکن، فاصله طبقاتی ارتباطات بین پیش و قمان رو کم میکنه یا قطع میکنه، فاصله طبقاتی دختر و پسرها رو فاصله ازدواج و سنیشون رو بالا میبره، فاصله طبقاتی نفاقت ها و دوستی ها رو از بین میبره، فاصله طبقاتی تکبر میاره برای کسایی که دارن، فاصله طبقاتی مردم رو ناامید میکنه، وقتی میبینه یه عده ای از بس خوردن پس افتادن و یه عده ای از بس چیزی گیرشون نمیاد از ضعف رفتن. فاصله طبقاتی بسیار خطره، از بمب اتم فاصله طبقاتی خطرش برای جامعه وحشتناکتر و خطیرتره. خدا به حق زهرا این فاصله ها رو کمتر کنه. لدین رو ببینید، پسر کت خدا با پسر زنگیت توی یه مدرسه درس میخوندن و کنار هم بودن، با هم بودن، غالبا مردم سطح اقتصادی و درآمدشون یکی بود، رضا رفاقت ها بیشتر بود، مردم بیشتر مؤمن بودن. روایت بریم از دری که فقر میاد از اون در بگو ایمان در میره. ما نمیتونیم خیلی روی این قصه صحبت بکنیم، برای اینکه واقعا میبینیم مردم این سری اعتراضاتی دارن، مردم این سری حرفایی میزنن که جای دفاع دیگه برای کسی نمونده است. حالا من بگم جوان چرا گناه میکنی؟ میگه من 32 سالمه نمیتونم ازدواج کنم، چه خاکی به سرم کنم؟ چی دختر به من میگه که آسمون جلست؟ من چی بگم آخه؟ به دختر بگم خانم چرا پندازی میکنی؟ چرا اشوه‌گری میکنی؟ چرا میای تو خیابونا میگی میدی؟ میگه چه کنم 30 سالم شده خواستگار برام میاد نمیاد، یا اگه میاد دنبال جایزه اونطوریه، من چیکار بکنم؟ الان بعضی از دخترهایی که سنشون رفته بالا الان تن دارن میدن به ازدواج های موقت. من نمیگم ازدواج موقت مشکل داره، اما ازدواج موقت به دختر رشیده برسه که خودش یک فاجعه است. الان ببینید اینقدر فقر در جامعه بیداد میکنه که من با تمام عذرخواهی از زنها و خانمها و کنیزای حضرت زهرا معذرت میخوام. خود خانمهای مؤمنی که اینجا تشریف دارن هم الان منو دعا میکنن، میگن خدا خیر بده، چون خود خانم ها هم نگرانن، خود خانم هم ناراحتن. الان فحشا و فساد متاسفانه به زنهای شوهردار رسیده و کشیده شده. اصلا ما نمیتونیم ایسای آمارها رو بگیم، خدا توفه سر بالاست، آدم چی بگه؟ اینا تمامش به خاطر فقر و گرانی و نمیدونم همین فاصله طبقاتی. انشاءالله خدا به حق حضرت زهرا دل مردم رو شاد کنه. ما باید کار رو تسهیل کنیم برای مردم بتوانن خودشون رو به بهشت برسانن.